در یکی از مناطق افغانستان که در گذشته در آن هیچ چیز نبود، چنین شهرک ایجاد شده است. شهرک جبرائیل در نزدیکی هرات موقعیت دارد. ساختمان‌های جدید و عصری، سرک‌های هموار، مساجد و کلینیک‌ها مزین است. محمد خان 60 سال است. تمام عمرش را در همین جا گذشتانده و میگوید تا سرحد ایران با موتر 2 ساعت راست. وی شک دارد که چرا ایران در اینجا سرمایه گذاری کرده است و هدف ایران از تمویل این شهرک به طور دقیق معلوم نیست. فروار رحیمی، یک مؤسسه پوانتون هرات، میگوید در این شک نیست که ایران در هرات حضور وسیع فرهنگی دارد. تمام خواندن ها و متن ها اینها به خود منطقه خود ایران ارتباط میگیره. نفوذ ایران زیادتره و خود مردم ما هم به سمت ایران کشانده میشن. ولایت هرات با ایران روابط عمیق فرهنگی دارد و قلعه ها و منارهای تاریخی هرات گواه این روابط تاریخی است. این ولایت در 10 سال گذشته پیشرفت های زیادی داشته است. تهران در پروژه های ترانسپورتی، بندهای برق و بخش های دیگر سرمایه گذاری کرده است و از طریق رسانه ها نفوذش را در هرات وسعت داده و با مدارس دینی کمک های مالی کرده است. در مرکز فرهنگی ایجاد شده توسط ایران در شهرک جبرائیل تعلیمات مذهبی تدریس می شود. این مرکز امکانات آموزش زبان را میسر می سازد و فعالیت های دیگر هم دارد. کریم، یکی از کارمندان این مرکز، می گوید ما شما یک چیزی که با مشاهده می رسانیم که ما شما از نظر فرهنگ، هنر و ادبیات خود مشترکات زیاده داریم با کشور ایران و می تونم معرف خوبی باشیم برای همدیگر. حکومت افغانستان هم از سرمایه گذاری های ایران استقبال می کند، ولی تعداد از افغان ها خواهان اعتیاد در مسئله گسترش نفوذ ایران در غرب افغانستانند. نگرانی ها هم وجود دارند که مبادا هرات به حوزه نفوذ ایران مبدل شود و به حیث مرکز شیعه ها شناخته شود. نمازگزاران در هرات در مساجد شیعه ها نماز می خوانند. رقم هزاره های شیعه در هرات نیز رو به افزایش است. وید مجرو، یک کارشناس امور سیاسی، می گوید ایران به هدف گسترش نفوذش از روابط موجود مذهبی استفاده می کند. دو دلیل وجود دارد. یکی نزدیکی فرهنگی ایران و دوم ارتباط مذهبی آنها با مردم. در شرایط سیاسی گوناگون این ولایت، زمینه نفوذ عمیق و گسترده سیاسی ایران فراهم شده است. ولی اکثر هزاره ها نفوذ ایران در هرات را نمی پذیرند. سید انور یکی از این افراد است که نمی پذیرد شهرک جبرائیل به کمک دیگران ساخته شده باشد. یک قرآن، یک روپیه، یک شهید، اصلا احترام قائل نیست. این چیزا رو ما به کلی رد میکنیم. ولی پروژه های سیاسی تمویل شده از سوی ایران مانند مرکز فرهنگی آن کشور و دیگر فعالیت ها در هرات نماینگر نفوذ ایران در این ولایت است. با خروج نیروهای ناتو از افغانستان و ایجاد یک خلاه سیاسی در این کشور گمان می رود نفوذ ایران در ولایت هرات وسیع تر گردد.